حالا ما ببینیم که انسان اصلا چیه و چی جوری کار میکنه این بدن. چون شما تا زبان یک ملتی رو یاد نگیری که نمیتونید با شرف بزنید که. بدن هم باید زبانش رو بفهمیم، باید یاد بگیریم. وقتی زبان بدن رو بلد بونیم میتونی باهاش ارتباط بگیریم و تأثیر بزنیم روش. ولی وقتی که من نمیدونم که این بدن چیه، از چی ساخته شده، چی جوری کار میکنه، چی جوری میتونم درمانش کنم؟ بدن ما از فکر، روح و جسم تشکیل شده. روح رو یا اسپریت رو میذاریم اسمش وایت هات فورس، یعنی اون نیروی حیاتی که منو زنده نگه میداره. نیروی حیاتی که من ضعیف بشم مساوی با بیماریه، درست؟ این نیروی حیاتی خیلی خیلی مهمه، ما باید بشناسیمش، چون انرژی جنسش و جنس هومیوپاتی هم انرژیه و هومیوپاتی با این انرژی کار میکنه. یعنی این نیروی حیاتی رو باید تحریک کنه یا تقویت کنه تا بتونه تأثیر بذاره روی فکر و جسم. اگه این کار رو ما نکنیم نمیتونیم درمان بکنیم. برای اینکه ما به صورت پرکتیکال عملی بگیم اسمش رو میذاریم انرژی، نمیگیم نیروی حیاتی، انرژی. انرژی شما میدونید که اولین قانون ترمودینامیک یعنی فیزیک حرارتی اینه که انرژی از یک فرم به فرم دیگه تبدیل میشه. یعنی اینکه الان من وقتی که حرف میزنم این مولکولای هوا رو به ارتعاش در میاره، میاد به پرده گوش شما رو میلرزونه، این پیغام به صورت تبدیل میشه به انرژی الکتریکی، میره توی مغز، قسمتی که مربوط به گوش هستش اون ترنسلیتش میکنه، ترجمهش میکنه، برمیگه میفهمم که مثلا من چی دارم میگم یا شما چی میگید. این اتفاقا میبینه، یعنی شما از انرژی دارید استفاده. حالا انرژی های مختلف وجود داره، یعنی هم گرمایی به شیمیایی تبدیل میشه، شیمیایی به حیاتی تبدیل میشه، به مکانیکی تبدیل میشه. تمام اون داستان هایی که تو بیرون وجود داره تو بدن هم صادقه. هر چیزی که تو بیرون توی جهان مادی بیرون وجود داره، انرژی های حرارتی، سرمایی، الکتریکی، صوتی، هر چی هر تو خود ما هست و ما باریم با همین انرژی ها زندگی میکنیم و هومیوپاتی انرژی ها رو دستکاری میکنه. یعنی دستکاری که نمیکنه، انرژی ها رو سعی میکنه که ردیف کنه. حالا این انرژی در دو بخش فکر و بدن، جسم، قالبه وجود داره که بیاید همون انرژی وایت و فورس رو تقسیم کنیم، میشه انرژی مربوط به فکر و انرژی مربوط به روح. انرژی فکر و روح و جسم ببخشید با هم دیگه دارن همیشه کار میکنن. شما وقتی که احساس گناه داری جسمت دچار تاثیر اون احساس انرژی گناهه، میگه من این احساس گناه داره منو میکشه، این احساس ناراحتی یا دست دادن یا اینکه هر احساس دیگه داره منو میخوره. مگه چیزی وجود داره که مثلا تو خارج منو بیاد بخوره؟ اون احساسه، یعنی اینو ترنسلیت داره میکنه با زبان خودش. ما همه اینا رو در زمانی که یک شخص میاد برای درمان هومیوپاتی باش کار داره. توی قسمت مایند، انرژی مایند سه بخش وجود داره. یه بخش اینتلکت یا پرسپشن، درک، فهم، شعور، understanding و ناآگاهی و delusion، توهم. دوم اموشنا، احساسات. و سوم subconscious یا ناخودآگاه که توی dream یا تو رویاهاتون شما خواب میبینید. من مریضی داشتم که جالبی که
همین توی این 6 ماه اخیر بهتون بگم، این میگه من همیشه خواب اینی میدیدم که خونم رو گم کردم، خواب میدیدم که همش دارم دنبال خونم میگردم تو بیرون و پیداش میکنم ولی آخره، یعنی این که آن ساکسسفول نیست، ناموفق نیست برای بدیدم، آخر پیدا میکنم. ما تو آمیوپتی وقتی حالا این رویا رو که میگه با توجه به شخصیتش و علائم روحیش حرفا که میزنه نگاه میکنیم، میبینیم یک داروی داریم به نام مگنزیوم کربونیکا، یعنی ترکیب منیزیوم با کربون، و یه داروی دیگه داریم منیزیوم موریاتیکوم، یعنی ترکیب منیزیوم با کلور. جالبه که تو منیزیوم کربونیکوم این رویا خیلی غالبه ولی خونش رو پیدا نمیکنه. آن ساکسسفوله، یعنی هر کاری میکنی خونش رو پیدا کنه توی خواب پیدا نمیکنه. ولی مگنزیوم موریاتیکوم این خواب رو داره ولی آخر پیدا میکنه. جالبه که این شخص دچار ضعف، دچار مثلا ریفلاکس بوده سالها، مشکل ترش کردن معده، بیماری مزمن، سردرد و دائم در حال نگرانی، وابستگی شدید به خانواده، جدا شدن، ترس از دست دادن و خیلی چیزای دیگه. و جالبه که تو این 6 ماه دیگه ندیده این خوابو، خوابی که هر ماه 3-4 بار میدید از بچگی. چه اتفاقی افتاد که یک داروی هومیوپاتی تأثیر گذاشت روی دریم؟ برای اینکه ما با انرژی ها کار میکنیم و این انرژی ها رو باید تنظیمش میکنیم. این خواب داره بهش سمبولی میده، یه نشانه ای میده، یه چیزی رو بهش داره آگاهی میده، منتها اون نمیتونه بفهمه این داستان که چیه. تجزیه تحلیلش نیاز به کمک داره از بیرون. حالا کسی که میشناسه این بدن رو، زبان رو و انرژی رو، که تو هومیوپاتی تنها علمیه که اینا رو شناخته، فقط روانشناسی فقط میدونه که این شخص اگه این کار رو، پس شو باید این کار رو بکنیم، و مشاوره میده ولی نمیاد تنظیم کنه انرژیشو. خب چون یک گویش کلی داره، شما اگه همه مشکل مثلا ترس از دست دادن داشته باشید، یه مشاور فقط در شما یک صحبت میکنه، یه ریکامندیشن میکنه، در صورتی که برای هر کسی متفاوت. در مورد اینجا رو دقت کنید، در مورد بدن، بادی، ما دو تا انرژی داریم، انرژی عمومی فیزیکی و انرژی اختصاصی. کسی که سردرد داره، میگرن داره، هیچ وقت یه پزشک نمیاد علائم اختصاصی اون شخص رو بگیره، فقط یه چیز کلی میدونه که سردرد، نمیاد بره اون انرژی های قسمت مایندش رو بشکافه و بپرسه که شما چه خواب هایی میبینی، چه احساساتی داری، از چیا ناراحت میشی، چی رو دوست داری، ها؟ اینا رو اصلا کاری نداره، فقط میدونه که سردرده و 4 تا دارویی که برای سردرده اینو در این حد میدونه. برای همینه که بیماری مزمن حل نمیشه توی پزشکیش میاد. اینو ما اگه بخوایم بدن رو یه چارتی بکشیم، انرژی در دو بخش بدن و فکر، و بدن علائم عمومی و علائم اختصاصی، و انرژی روح فکر در رویاها، احساسات و درک و آگاهی و پرسپشن و دلوژن هست. حالا وقتی که نوری، گرمایی، حسی، خبری رو ما میشنویم یا برخورد میکنیم، یه حسی از اون داستان بهمون دست میده. میگه وقتی که این خبر رو شنیدم مرمور شد بدنم. مرمور سنسیشن یعنی فیلینگیه که تو ناحیه تو بدن احساس میشه. یا میگه نام شد بدنم،
بی‌حس شد، یا میگه سرد شد بدنم، یا میگه داغ شد بدنم، یا میگه گرم و سرد شدم، یا میگه گیج شدم. ها اینا فیلینگای لوکاله، یعنی فیلینگایی که اون لحظه احساس میکنه، اکسپریانس، تجربه اون شخص اون لحظه. ما همه اینا رو لازم داریم تو کیس سیکینگ که بهش میگن سنسیشن. اینجا من گفتم که میشه سنسیشن. حالا این داستان های زندگی ما که تحت عنوان استرس یا نگرانی بهش نامیدیم، این در حقیقت نگرش ماست از یک واقعیت بیرونی که برای من میتونه استرس باشه، برای کسی دیگه اون واقعیت نمیتونه استرس باشه، در صورتی که اگه علائممون هم شبیه یعنی یکسان باشه. مثل مثلا 20 تا دانش آموزی که توی یک کلاس قرار دارن، برای این 20 تا یک موضوع امتحان یا یه معلم جدید 20 تا نگرش وجود داره، برای یه تعدادشون استرس میشه، یه تعدادشون ببخشید حالت اسهال میشن، یا بعضیاشون سردرد میشن، بعضیاشون مریض میشن، اصلا افسرده میشن، غمگین میشن، یه بعضیاشون شاد میشن، بعضیاشون تفاوتی نداره. این درک ماست از داستان ریالیتی بیرون. در حقیقت اگه شما عینک سیاه بزنید همه چیز رو سیاه میبینید، عینک آبی بزنید آبی میبینید، قرمز بزنید قرمز میبینید. پس بنابراین من استرس در بدن من وجود نداره، یعنی در دایره لغات سیستم بدن وجود نداره، من ساختمش، میسازمش بر اساس اون چیزی که عینکی که دارم و میبینم ریالیتی بیرون. مثلا ما خانم بختیاری اینجا داریم از نقاشای خیلی معروف، یه مثال نقاشی آوردم که ملموس باشه، خانم بختیاری هم به ما کمک کنه. تو نقاشی اول بچه که بهش مداد رنگی میدی خط میکشه، فقط خط میشه، درسته؟ هیچ معنی هم نداره برای ما، شاید برای خودش معنی داره، ولی خط میکشه. یه خط بچه من برموزه جار خط میگذه دور صفحه بعدی خط میگذه، فقط خط. یه مقداری که میاد بالاتر شیپ میکشه، یعنی مثلا مربع میکشه، مستطیل میکشه، مثلث میکشه، شکل میده، درخت میکشه، خونه میکشه. این میاد تغییر میکنه، نگرشش داره تغییر میکنه به دنیا، پرسپشنش داره تغییر میکنه. ریالیتی که قبلا یه بچه 2 ساله داشته از دنیا حالا فرق میکنه. حالا میاد یکم بزرگتر میشه، احساسش رو میاد توی نقاشی میکشه، یه آدم رو غمگین میکشه، یه آدم رو شاد میکشه، فیلینگاش رو میگه با نقاشی. بعد میاد تخیل یا تصویرهای بزرگ میده، مثلا طبیعت رو میکشه، یه بازاری میکشه، ایمجینیشن خودش رو، تخیلات خودش رو میاره، در مورد مثلا یه پیکنیک میکشه، یا باز میره بالاتر یا ابسترکت میکشه. خانم بختیاری میدونه اگر یه چیزیه که من نمیتونم ترنسلیت بفهمم، ولی اون برای من باید ترنسلیتش کنه، درسته؟ یعنی چیزیه که از درون خودش اومده بیرون دیگه. لول انرژی تو آدما وقتی روش میکنن میاد بالا. ما با انرژی ها داریم کار میکنیم و این دنیا فقط با انرژیه و هومیوپاتی هم انرژیه. حالا میاریم یه مثال مرموز میذاریم که در مورد بیماری ها باشه، بیماری مثلا مزمه، مثلا جوش، یه شخص جوش میزنه، این جوش رو اگه میره پیش یه پزشک بر اساس اون کیس تیکینگی که از یک مریض میگیره، یعنی علائمی که میگیره، میگه خب چیه؟ میگه یه جوشه، جاست بویل، فقط اسم بویل، جوش. بعد میگه چی جوریه؟ میگه سم مثلا دست راستمه یا دست چپمه جوش، قرمز 2-3 سانتی.
هورتون در تجویز کنید یا آنتیبیتیک بود. تمام. ولی جوش تموم نمیشه. جوش باز اگه ازش بپرسی که این چه حسی بده این جوش، میگه عصبانی میکنه جوش ها، غمگین هم کرده، دپرس هم کرده، چرا باید این جوش ها باشه؟ باز اگه یک کمی کنجکاوی بیشتر بکنیم، بیشتر یک کمی بگو چه احساسی داری، میگه این جوش ها نکنه سرطانی بشه، یعنی توهمشه، دلوژنشه، اون انرژی دلوژن که گفتیم تو سه بخش داریم، دلوژن و پرسپشن و اون چیز قبلی ها که داشتیم. بعد میاد جلوتر، باز میگیم که این جوش ها یک کمی برای ما بگو چه تجربه ای داری از این جوش ها، چه حس میکنیم؟ میگه من حس میکنم این جوش ها یه حالت انقباض داره، حس این که دورش داره جمع میشه، منقبض، حالت منقبض داره. باز اگه یه ذره دیگه باز بریم بالوتر، میگه که فکر کنم که یه زیرش هم یه حرکت داره، یعنی احساس میکنم که داره یه حرکت هست، انرژی هست، جریان داره، گرما داره. این لول سطح درک ما از یک مشکل بیماریه. خسته جدید چه کنید؟ از استرات بدیم. سطح انرژی ها رو اگه هر چقدر ما بریم عمیق‌تر، درمان ها موفق‌تر. و هنر یک هومیوپات در کیس تیکینگ، یعنی گرفتن علائم از بیمار، محدود شدن به 4 تا علامت ظاهری که تو قسمت فیزیکی گفتیم حالا میتونه عمومی باشه یا اختصاصی باشه، و 4 تا علائم فکری هومیوپاتی واقعی نیست. بازم من اینجا این نکته رو تو پرانتز بگم که در هر علمی میتونه کذب و واقعیت وجود داشته باشه، حتی در هومیوپاتی میتونه یک شخصی خیلی سطحی کار بکنه هومیوپاتی رو، دیدن 4 تا علامت فقط یک دارو بده، میتونه یک شخصی عمیق‌تر کار کنه و یک مثلا یه هومیوپاتی میشه مثل سانکاران که تو دنیا تکه، 20 کتاب مینویسه، سمینارهای مختلف میده، بیمارای خارجی که میرن تو هند ویزیتشون 700 دلاره، برای اینکه ارزش داره.